سلام و هزاران درود به همه شما دوستان و همراهان عزیز و با تبریک به خاطر اینکه امسال جشن سالگرد تأسیس سازمان با انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین هم همراه بود. انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به عنوان مسئول اول مجاهدین در اولین سالگرد هجرت بزرگ پیام از دوران جدید داره که دیکتاتور رو به شدت می‌ترسونه. پیام این انتخاب نزدیکی پایان دیکتاتوری مذهبی و برقراری آزادی در ایران عزیزمون. همونطور که مسئول اول جدید هم در موقع سخنرانی موقع تحلیفشون تاکید کردن، سازمان مجاهدین تاریخچه‌اش با فدا و رنج و خون تنیده شده. از این رو مفت خوردن، بی‌هزینگی، سیاست پیشگی، نان به نرخ روز خوردن، دست در جیب خلق کردن و غیر مسئول بودن در این سازمان جایی نداشته و ندارد و مجاهد خلق جز به آزادی خلق و میهنش نمی‌اندیشد. وجه دیگه ای از شکوه و عظمت این انتخاب، انتخاب همردیف‌های مسئول اول و معاونین مسئول اول از بین خواهران جوان شورای مرکزی بود. انتخاب خواهران مجاهد نرگس عزانلو، ربیعه مفیدی و نسرین مسیح که پیام شکوفایی و عظمت و پایداری این مقاومت رو داره. مقاومتی که نه تنها کهنه نمیشه، بلکه همچنان رو به پیش میره و امروز نسل جدیدی هستن که همون ارزش‌ها و آرمان‌ها رو نمایندگی می‌کنن و آینده این جنبش رو تضمین کردن. یکی از موضوعات جنجالی این روزهای اخیر حضور زنان برای مسابقه فوتبال بین ایران و سوریه توی ورزشگاه آزادی بود. همونطور که می‌دونین اولش ماجرای فروش اشتباهی بلیط‌ها به خانم‌ها پیش اومد و بعد هم فدراسیون اومد معذرت‌خواهی کرد و گفت که این مشکل فنی بوده، بعد هم اجازه ندادن که این خانم‌هایی که بلیط گرفته بودن وارد ورزشگاه بشن، پولشون رو هم بهشون پس ندادن. بلیط داریم آقا، بلیط داریم، پولامون هم پس ندادم. یکی از علت‌های اعتراض زنان و دختران ایرانی چه در فضای مجازی و چه در روز مسابقه به این تناقض بود که چطور خانم‌های سوری میتونن وارد ورزشگاه بشن، اما این محدودیت فقط برای خانم‌های ایرانی. توی حکومت آخوندها موضوع ساده‌ای مثل حضور خانم‌ها در ورزشگاه به یک بحران و جنگ باندی و اظهار نظر فصول‌های مختلف تبدیل میشه و حالا هم بین علما اختلاف افتاده. آخوند رهبر از باند روحانی گفته به لحاظ شرعی تفاوت‌هایی بین ملیت‌ها وجود ندارد. اگر ممنوع است، برای همه ممنوع است. این ماجرا به نظر من با شونات فرهنگی همخوانی ندارد. آخوند قرویان گفته که حضور خانم‌ها توی ورزشگاه از نظر شرعی و فقهی مشکلی نداره. همونطوری که تو مسابقه والیبال هم شرکت کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد. پس باید زمینه رو برای شرکتشون در مسابقات فوتبال هم فراهم کنیم. هرچند که این موضوع توی سال‌های اخیر بارها مطرح شده و اصلاً یکی از وعده‌های ثابت کاندیداتوری آخوند روحانی بوده، اما آخوندها هم خوب می‌دونن که فقط همین یک مورد نیست. اگه در یک مورد کوتاه بیان، باید سلسله از عقب نشینی ها رو دنبال کنن و در مقابل خیلی از خواسته های برحق دیگه زنان و دختران ایران کوتاه بیان. آخوندها از جسد حجاجی نون میخورن. بعد از تبلیغات تهوع‌آور رژیم چه در رسانه هاش، چه در فضای مجازی و در صحن خیابون ها در مورد کشته شدن پاسدار حجاجی در سوریه، حالا این بار دست به یک اقدام مسخره دیگه زدن و راه افتادن توی خیابون تا با مصاحبه و سوء استفاده از مردم و بازارگرمی در این مورد جنایت‌هاشون رو در سوریه مشروع کنند. اما حتی توی این مصاحبه سفارشی هم صحبت‌ها و مخالفت‌هایی میشه که نشون میده مردم ایران به هیچ عنوان راضی به دخالت‌های تروریستی آخوندها در کشورهای منطقه نیست. من خیلی قبول ندارم که جوانامون میرن عراق و سوریه. وقتی بریم سوریه خب اونا مطمئنا دشمنیشون با ما بیشتر میشه، چون ما داریم طرف دشمن اونا رو میگیریم. دلیلی نداره که ما یکی از طرفین جنگ باشیم. ما باید حواسمون به مملکتمون باشه. نمیدونم، فکر نمیکنم. شاید مثلا اصلا وارد این بازی نمیشدیم، مثلا دخالت نمیکردیم. آقا جنگ یه جای دنیای دیگه است، یه بره دیگه است، به خودشون ارتباط داره، ما ارتباط نداره. ما رفتیم توی این وادی، نه من اسم میکنم اگه مثلا این اتفاق نمیفتاد مثلا ما دخالت نمیکردیم.